سلام خیلی همون تو شبکه های مجازی بافت های جذابی رو میبینیم و خوشمون میاد اما نمیدونیم که چطوری بافته میشن متاسفانه تره های بزرگ ترجیح میدن که ترهاشون رو توی وبسایت های بزرگ به صورت متنی و چارت منتشر بکنن اما خودشون مستقیما دست به کار نمیشن و نارا آموزش نمیدن من شاید از معدود تره هایی باشم که ترجیح میدم تره رو که منتشر میکنم خودم تو کانال یوتیوبم به صورت مستقیم آموزش بدن ماهور هستم و اینجا کانال ماهور دیزاینه من ویدیوهای درباره موزاییک بافی که یک تکنیک جدید و پیشرفته در قلاب بافی هست رو تهیه می کنم و این تکنیک رو به صورت کاملا ساده و قابل فهم برای همه آموزش میدم اگه دوست داشته باشین میتونین کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو بزنین تا اگر ویدیو جدیدی منتشر شد مطلع بشین لینک پیج اینستاگرامم میذارم برای دوستایی که بخوان اونجا هم منو فالو کنم امروز میخوام قسمت دوم تاپ موزاییکیمون رو آموزش بدم. اگه قسمت اول رو ندیدین بهتون توصیه میکنم که حتما از روی لینکی که توی دیسکریپشن میذارم این فیلم و ویدیو رو ببینید و بعد در ادامه این آموزش رو تماشا کنین. اگه آماده هستید بریم برای ادامه آموزش. خب نخی که من انتخاب کردم برای بافتن یه نخی هست که اطلاعاتش روی کانواش هست یه نخ ترکه و اگر توجه کرده باشین این شماره نشون دهنده سایز این نخه که مال من چهار یا میدیم هستش این نخی که من الان میخوام باهاش ببافم که نسبت به نخی که قبلا اینو باهاش بافته بودم یه مقداری نازکتره بنابراین تعدادی که من به دست میارم با اون تعدادی که اونجا دارم یه مقداری فرق داره خب برای اگر شما دارین سایز اسمال میبافین یا دارین سایز چه میدونم لارج میبافین یا ایکس لارج میبافین هر چیزی که میبافین فرق نمیکنه اون اندازه اصلی 36 سانسه که برای همه یکیه که این 36 سانت از کجاست از در حقیقت از جایی که ما خواهیم که اون قرار بگیره که یقهی که ما الان داریم اینجا یقه خشتی هست حالا این میزان بازی یا بسته بودنش رو من چک کردم و این اندازه برای همه آدم ها مناسب گفتم که طولش باید 36 سانت باشه ارزش باید 18 سانت بافیم الان برای من با این نخی که بافتم 80 تا من دونه زنجیره زدم به اضافه یه دونه به خاطر اینکه گلی که میخوایم ببافیم باید مذربی از عدد 8 باشه مذربی از عدد 8 به اضافه یه دونه و چون یک طرف بافیه میتونیم دو تا هم بهش اضافه بکنیم برای حاشیه سمت راست و چپ به خاطر اینکه ما معمولا تو یک طرف بافی یه دونه دونه هاشیه داریم به خاطر اینکه با گلمون قاطی نشه موقعی که داریم نخوبست رو قطع میکنیم خب الان من شروع میکنم از بکلوب همه اینا رو چیکار کردن پای کوتاه زدن خب برای دوستایی که تا حالا موزایک بافی نبافتن یادمون باشه که خب ما یک گندمی اینجا داریم دو تا حلقه داره حلقه ما این وقتی میخوایم ببافیم قلاب داخل اینجا میکنیم و از حلقه پشتیمون میبافیم البته خب تو رج اول چاره غیر از این نیست وقتی هم انتهای رج رسیدیم رج نخوا قطع میکنیم من فیلم رو نگه میدارم تا ببافم تا انتها شما هم همین کار رو انجام بدید الان من این هشتاد و دو رو بافتم به انتهای رج رسیدم یه دونه زنجیره میزنم و نخمو قطع میکنم و بعد طریقه وز کردن نخ رو از سمت راست بهتون میگم که قراره نخ رنگ دوممون رو کنیم. کنیم این الان یه رج بافته شد برای رج دوم من یه گره میزنم نخما خب این همینجوری به صورت پایه ایستاده در حقیقت خب گفتیم که اولین دونه همیشه چیه؟ اولین دونه دونه هاشی است بنابراین چون این دونه هاشی است از بین دو حلقه باید رد بکنیم نه فقط از بک من الان دارم روی دوربین نگاه میکنم سخته یه دقیقه بذاری من این رد بکنم برای دوستایی که تجربهشون کمتره بگم که وقتی اینجا یه گندمی این بالا داریم از بین, از بین این دوتا گندمی باید رد کنیم خب و بعد یه نخ میگیریم و مثل پایه کوتاه معمولی میبافیم حالا بقیه ها رو باید همه رو تو بکلوب ببافیم تا دونه آخر که عین همین از بین دوتا حلقه میبافیم خب الان این رج دوم رو هم میبافیم تا انتها آخرین دونه رو هم پای کوتاه معمولی از بین دو تا حلقه میبافیم و بعد دوباره نخو قطع میکنیم و رج بعدی گلمون شروع میشه خب به انتهای این رجم رسیدم که رج دوم هست آخرین دونه رو قرار شدش که از بین دو تا حلقه ببافیم از بین دو حلقه بافتم چون که این دونه دونه هاشی است یه زنجیره میزنم و نخمو قطع میکنم رسیدیم به رج سوم و گفتیم که رج سوم رجیه که ما گل رو شروع میکنیم اول من یه دونه گره میزنم مثل پایه ایستاده بس میخوام بکنم که گلاب بین دو تا, نخ... دو تا حلقه رد میکنم چون که این دونه دونه هاشی است و یه دونه پایه کوتاه معمولی اینجا میبافم خب برای شروع گلم شروع گلم اینجا یه درمیون یه پای کوتاه یه پای بلند هست که اولش رو با پایه کوتاه شروع میکنم پایه های کوتاه رو ها گفتیم که یه دونه در حقیقت در حلقه پشتی بافته میشه پایه بلند نگاه کنین الان من میخوام این پایه رو ببافم خود تو خودش نمیتونم بافم یه دونه میام پایین تر اگر ببینین توی توی مزایق بافی معمولا با نخ همرنگ پایه بلند توی حلقه جلوی بافته میشه خب من اینو از اینجا میگیرم قلابم میکنم داخلش یه نخ میگیرم نخ از اینجا میارم بیرون و پای بلندم رو میبافم دونه بعدی پایه کوتاه هست توی حلقه پشتی میبافم و بعدی پایه بلند هست زیر این یکی خودشو نه از توی حلقه جلویش قلاب و رد میکنم یه نخ میگیرم و پایه بلندم رو میبافم یه پایه کوتاه تو حلقه پشتی یه پایه بلند در حلقه جلویی مار... اه... یه رج قبل که همرنگ با نخ فعلی من هست و این کار رو تا انتهای رج انجام میدم یادم نمیره که آخرین دونه دونه هاشی است و باید پای کوتاهی بافته بشه که از بین دو حلقه است خب من فیلم رو نگه میدارم تا این کار انجام میدم شما هم این کار رو انجام بدید تا انتهای رج رج چهارم هستیم من دونه هاشیه رو وصل کردم بلا فاصله بعد از دونه هاشیه یه دونه پای بلند میبافیم داریم گل گلی که من توی این بافت زرد دارم اونو داریم انجام میدیم در حقیقت یعنی حالت ستاره ای رو داریم انجام میدیم خب یه دونه پای بلند اینجا بافتم بعدش بعد هفت تا پای کوتاه بافتم پای کوتاه هم یادمون هستش که توی حلقه پشتی بافته میشه فاصله هر پای بلند با پای بلند بعدی پس هفت تا پایه کوتاه من چند تا بفتم یک دو سه چهار تا پنج شیش و هفت پای بلند توی حلقه جلویی بافتم حالا دوباره هفت تا پای کوتاه تو حلقه پشتی می بافم تا برسم به پای بلند بعدی و این کار رو تا انتهای رج انجام میدم و رج چهارم رو به این شکل به پایان میبرم فقط یادتون نره که دونه آخر همیشه دونه هاشی است که از بین دو تا حلقه بافته میشه و در انتهای رج بعد از اینکه اون دونه هاشیه بافته شد نخ رو یه زنجیره میزنیم و نخ رو قطع میکنیم دو چهار شیش هفت دوباره یه پایه بلند پس این الگوی رج چهارم هست یادمون نره که این پایه بلند ها خونه های ایکس دار هستن تو خونه های ایکس دار به ما میگه که یه پایه بلند توی حلقه جلویی دورج قبلش که هم رنگ با نخ فعلیمون هست ببافیم شروع رج پنجم هستیم نخ و وصل کردیم و حالا میخوایم که رج بعدی گل بعدی رو با رنگ زمینه در حقیقت ببافیم خب اینجا من بلا فاصله بعد از اینکه نخو کردم سه تا بعد پای کوتاه ببافم یه دونه روی این پای بلندی که رج قبلی بافتم دو تا هم اینجا یک و دو که رو هم دیگه شد چند تا سه تا پایه کوتاه بافتم حالا اینجا من میخوام که یه درمیون پایه بلند و پای کوتاه ببافم یعنی یه پایه بلند اینجا یه پایه کوتاه اینجا یه پای بلند اینجا خب الان اولین پایه بلندم رو ببینید روی پایه بلندی که هم رنگ باشه من طبق اصول موزایک بافی میتونم یه پایه بلند ببافم ولی اگر که پای بلند با نخی که من الان دارم میبافم هم رنگ نباشه الزاما بعد روش من چی ببافم پایه کوتاه ببافم خب بعد از این پایه بلند یه پایه کوتاه باید ببافم و بعد از اون دوباره یه پایه بلند روی پایه بلند رج دو رج که هم رنگ با نخ فعلی من هست خب یه حالت پنجره ای درست میشه یه درمیون یه حالت پنجره ای درست میکنه برای ما خب بعد از اون اینجا اگر توجه کرده باشین روی خود این باید کلا بافته بشه خب بعد از این یه درمیون یه پای بلند یه پای کوتاه یه پای بلند پنج تا بعد پای کوتاه ببافند. خب، یعنی فاصله بین این خونه پنجره ای که من درست کردم پنج تا بینش چیه؟ پای کوتاهه الان دوباره یه پای بلند یه پای کوتاه یه پای بلند خب دیدین حالا الان دوباره بخوام برم برسم به یه همچین بافتی باید پنج تا دیگه پای کوتاه ببافم خب پنج تا پای کوتاه در حلقه پشتی میبافم تا بعد این یه در رو ببافم که من بهش میگم خونه پنجره ای این پنجره های خونه ای میمونه که بچه بودیم میکشیدیم سه چهار و پنج و اینجا دوباره یه در یه پای بلند یه پای کوتاه یه پای بلند این خونه پنجره یه رو درست میکنیم و همینجور تا آخر رج بعد از این خونه پنجره یه پنج تا پای کوتاه فاصله است رسیدیم به رج شیشم حالا میخوایم ستاره هامون رو کامل کنیم خب چجوری این ستاره ها رو کامل میکنیم الان روی همین پای بلندایی که همرنگ نخمون میبینیم باید پایه بلند ببافیم بعد از اینکه من نخم و وز کردم اینجا که من دیگه توضیح نمیدم چه جوری که قبلا گفتم الان بلا فاصله بعد از اون من چی دارم؟ یه پای بلند دارم توی حلقه جلویی دورش غرب که هم رنگ با نخیه که الان دارم میبافم باورتون نمیشه من دارم از توی دوربین میبافم خب خیلی هم سخته اینجوری خب اینو گفتم حالا فاصله بین این پای بلند و این پای بلند اگه یادتون باشه توی دورج قبل بود بنابراین بعد الان من دوباره هفتا پای کوتاه در حلقه پشتی ببافم تا بتونم این پای بلند رو روی پای بلند دورج قبل ببافم و از ستارم رو کامل کنم الان من هفتا رو بافتم هفتا پای کوتاه در حلقه پشتی باید یه دونه پای بلند اینجا ببافم ببخشید پسر من داره با دوستش حرف میزنه صداش اینجا میاد من شرمنده نمیشه دیگه کنترل کرد هر کاری کردم خونه ساکت باشه نشد خب الان بخوام به پای بلند بعدی برسم دوباره بعد هفتا پای کوتاه ببافم و این هفتا پای کوتاه در حلقه پشتی هستن چرا من اینو تکرار میکنم به خاطر اینکه شاید دوستانی باشن که تازه به جمع مزایق گفا پیوستن و تجربهشون نسبت به بقیه تو مزایق بافی کمتره. بنابراین نیاز هستش که هی یادآوری بشه که حواسشون باشه از بین دو حلقه نبافن الان دوباره هفته رو بافتم رسیدم به پای بلند در حلقه جلویی دورج مغرب که هم رنگ با نخ فعلی من هست خب این کار رو تا انتهای رج انجام بدین و رج شیشم رو اینجوری تموم میکنیم خب رسیدیم به رج هفتم رج هفتم تکرار رج سومه بعد از اینکه من این نخ رو وصل کردم بلافاصله بعد از اون یه دونه پای کوتاه دارم چون اولین دونه من پای بلند رج قبلیه که هم رنگ با نخ فعلی من نیست بعد از اون یه پای بلند و همین جور یه در میون یه پای کوتاه یه پای بلند تا آخر رج میبافیم چون تکرار رج سوم هست ولی در انتهای رج که رسیدین لطفا رج رو نخو قطع نکنین چون این قسمتی رو که میبینین که برجسته هست و به صورت رفت و برگشتی بافته شده الان میخوایم این قسمت رو بعد از اینکه این رج رو تموم کردیم این رج بالایی رو که تکرار رج سوم هست رو تموم کردیم بعد این قسمت رو میخوام بهتون بگم که چی کار باید بکنیم بنابراین در انتهای رج نخ رو قطع نکنین تا منم برسم به انتهای رج و بگم که چی کار میخواییم بکنیم خب حالا به انتهای رج رسیدیم آخرین دونه رو که دونه هاشیه بوده بافتیم من یه دونه زنجیره میزنم کار رو بر میگردونم. حالا کاری که انجام میدیم اینجا اینه که باید ما تو حلقه های پشتی ببین وقتی که این و... کار اینوریه حلقه پشتی اینوره خب وقتی که من کار رو برمیگردونم و در حقیقت پشت کار رو به من هست حلقه پشتی میشه در حقیقت حلقه جلویی از اون سمت جلو خب یه خود خنده داره گفتنش در حال الان قرار ما توی حلقه پشتی که در حال حاضر میبینیم که از سمت پشت کار در حقیقت به ما نزدیک نیست دورتر از ماست از توی اون حلقه خب ما یه پایه متوسط ببافیم پایه متوسط چیه؟ یعنی مثل پایه بلند میمونه ولی سه تا حلقه رو با هم یکی میکنیم و تا انتهای رج همین کار رو انجام میدیم من الان خیلی واقعا سختم از روی دوربین ببافم ولی خب باید حتما تو حلقه پشتی بافته بشه چون اون حالت هفتی هشتی رو فقط اگر تو حلقه پشتی ببافین میده به شما و تا آخر رج همین کار رو میکنیم و دوباره نخ رو قطع نمی کنیم برای اینکه قراره یه رج دیگه هم به همین شیوه ببافیم و نخ رو در انتهای سمت بالا یعنی انتهای رج دومش رج دوم پایه کوتاه ببخشید پایه متوسط قطع میکنیم الان ما یه،, یه رج پای متوسط از این طرف میبافیم دوباره روی خودش یه رج پای متوسط از طرف جلو میبافیم و هر دو بار هم باید توی حلقه پشتی بافته باشه نه تو حلقه جلویی خب این کار رو تا انتهای رج انجام بدیم تا بعد برگردیم و نخ رو وقتی رج دوم رو بافتیم قطع میکنی یا رسیدم آخر رج این دونه آخر رو هم می دونه پای پای, متوسط میبافم یه زنجیره میزنم و کار رو بر خب توجه میکنیم که ما اینجا الان یه حالت خشتی ایجاد کردیم و رج دوم پای کوتاه رو باید ببافیم تا انتها و که برسیم به انتهای رج و نخ رو قطع کنیم الان دوباره وقتی بعد از اینکه اون زنجیره هر رو زدیم تو اولین پایه از حلقه پشتی یه دونه پایه متوسط میزنیم یه پایه متوسط اینجا ببینید این, این شکلی بگیرید که ببینید که کجا داریم میبافید چون باید حتما تو حلقه پشتی بافته بشه تا این حالت جناقی رو بهش بده اگه تو حلقه جلویی ببافیم حالت جناقیه رو نمیده متاسفانه و همه قشنگی کار به این حالت جناقی هست خب تا انتهای این رجم میبافیم و بزاری اینجوری نشونتون بدم که چه شکلی شد ببینین این طرح گلمونه این هم که اون جناقی است که بافته میشه و این یه بلوک بافتمون شد یعنی در حقیقت ببینین این بلوک بافته از اینجا این بلوک بافته الان شما تا اینجا بافتین دوباره بخواین شروع بکنین بعد از اینکه بلوک این بلوک بافته شد یه رج باید نخه گلمون بافته بشه مثل این میمونه که شما این دوتا بلوک این دوتا که بافتین مثل این که رج اول رو بافتین رج دوم یادتونه که یه دونه از این رنگ دوم بافته بودیم از رنگ دومتون یه دونه ساده به صورت پا، پای کوتاه توی بکلوب میبافین یا در حلقه پشتی میبافین و بعد دوباره رج سوم رو شروع میکنی حالا من این کار انجام میدم تا بعد از این دوباره نشون میدم بعد از که بلوک تموم شد نشون میدم چجوری بلوک بعدی رو شروع میکنیم. خب به انتهای این رج رسیدیم حالا آخرین دونه رو بافتم یه دونه زنجیره میزنم و کار رو قطع میکنم اینجا دیگه دوباره برای دونه اول که دونه هاشیه هست از بین دو تا حلقه رد میکنیم قلاب و نخ میگیریم و وصلمون رو انجام میدیم خب حالا الان ما میخوایم که به صورت عادی در حقیقت ببافیم خب ببینید ما همیشه تو بافت پای متوسط سه تا گندمی داریم میبینید یک دو سه با اون سومی که پشت قرار گرفته کار نداریم خب اون پشت پشتی رو اصلا کار نداریم این دوتایی که داریم میبینیم این بالا با اینا کار داریم خب به جلوی کار نداریم به پشتیش کار داریم و پس اینجا ما الان پای کوتاهمون رو توی این یکی بعد ببافیم پای کوتاهمون رو در حلقه پشتی فکر میکنیم که داریم رج دوم رو بافیم چون هیچ مشابه رج دومه مثل رج دوم این رو بافیم و بعد بلوک رو تکرار میکنیم از رجه سوم به بعد طبق همون چیزی که یادتون دادم بعد از این دیگه همش تکراره بعد گفتیم که باید مستطیلمون 36 در 18 بشه خب تعداد این بلوک ها رو انقدر بعد تکرار بکنی که اون 18 سانتتون کامل بشه که قاعدتاً بذاریم بذارم روی این ببینم آیا بلوکم با این یکی تقریبا با این یکی بس احتمالا باید همون ببینید اینجا یک دو سه چهار تا من بافتم احتمالا چهار تا بلوک کافیه تا بعد برسیم به این سمت و در حقیقت طرف سمت راستمون رو ببافیم